سلام و درود بر هموطنان عزیزم. در مورد ماجراهایی که در ارتباط با پیگیری ستاد مردمی نجات دماوند و همچنین وقف آق مشهد رویشگاه 5600 هکتاری ما در هیرکانی اتفاق افتاده، حتما در جریان آخرین تحولات هستید. اولا خبر بدم که دیشب تونستم با آقای محمد داسمه، وکیل حاضر و کاربلد حوزه محیط زیست، گفتگو بکنم و در واقع تونستیم مطمئن بشیم که ایشون خوشبختانه سلامت هستن. برخوردهای زشتی با ایشون اتفاق افتاده بود، ایشون رو به شدت در واقع رفتارهای خشونت آمیزی باهاش در فرودگاه کرده بودن که خب روحی ایشون خیلی تاثیر بدی گذاشته بود. اما من مطمئن هستم که آقای داسمه دوباره به فعالیت‌های خودشون برمیگردن با اعتماد به نفس بیشتر، با قوت قلب بیشتر و همچنان به دفاع از حوزه محیط زیست ادامه خواهند داد. نکته ما تاکید کردیم که تمام محدوده دماوند از ارتفاع 2200 متر به بالا باید مصون از هر نوع تغییر کاربری باشه و در نتیجه هر نوع سندی که وجود داره به نام وقف باید حتما باطل بشه. علاوه بر پلاک‌های 68 و 69 که خوشبختانه تونستیم اونها رو از وقف خارج کرده و به نام سازمان جنگل ها مراتب آبگذاری کشور در حقیقت سند نامگذاری بشه و مشکلش حل بشه، اما الان ما متوجه شدیم که پلاک های دیگری مثل 35، 37، 57، 64 یا 65 هم وجود داره و متاسفانه سازمان جنگل ها مدتیه که دیگه اطلاع رسانی در این حوزه نمی کنه. نباید بذاریم که این آتش خاموش بشه و این پروژه باید همچنان ادامه پیدا بکنه. همچنان ما باید تلاش بکنیم تا حد اکثر فشار ممکن رو بیاریم تا حتی یک متر از رویشگاه هیرکانی و یا قلمرو ارزشمند دماوند و یا هیچ کدام از عرصه‌های منابع طبیعی که مطابق قانون به نام ملت ایران باید باشه وقف نباید باشه. وقف واژه ارزشمندیه، حرمت داره و نباید بذاریم به بهانه وقت این حرمت هم از بین بره و به این ترتیبه که ما میتونیم از تمامیت محیط زیستی کشورمون دفاع بکنیم. نباید ناامید بشید، نباید فکر کنیم که کاری از دست ما ساخته نیست. این فشارها نشوندنده اینه که اثرگذاری ما خوب بوده. باید متحد باشیم، همدل باشیم و همچنان تلاش بکنیم تا به اهداف خودمون برسیم انشاءالله. و بازم تاکید میکنم به بیانیه‌هایی که ستاد مردمی نجات دماوند با مرجعیت انجمن دوستداران دماوند کو صادر میکنه دقت بکنیم و تلاش بکنیم همون مطالبات رو با همدیگه انشاءالله پیگیری بکنیم. درود بر شما.